همه روزه در ماه مبارک رمضان با نزدیک شدن اذان شام شهروندان با آوردن غذاهای گوناگون در مساجد از این ماه استقبال میکنند اینجا در یکی از مساجد در شهر مزار شریف هر روز سفره افتاری پهن شده و مردم گرده هم جمع میشوند و پس از افتار به عبادت خداوند میپردازند ادای نماز تراویه و ختم قرآن کریم از دیگر عباداتی است که در جدیان ماه مبارک رمضان صورت میگیرد عالمان دین در مزار شریف هم ماه رمضان را ماه برکت و خوبی ها می دانند و شهروندان را به کارهای نیک فرا می خوانند. پیامبر اشاره می کنه که در ماه مبارک رمضان هر مسلمان نه تنها که روزه می گیره به اصلاح نمی خوره و نمی نوشه باید تمام اعضای بدن آدمی روزه بوده باشه فرزند اعمال صالح انجام بدهد و در کل به اصلاح مثلا برای مسلمان دیگر آزاری و آسیبی نرسانه و فقط ای الله خود عبادت و پرستش بکنه و کوشش کنه که مثلا خیر و به اصلاح برکتش برای ملت مسلمان برای همسایه برای اهل خانواده برای کسایی که در اون محله زندگی میکنن برسن و از مزایا و خوبی های ماه مبارک رمضان استفاده بکنن برخی از شهروندان در ولایت بلخ نیز با استقبال از ماه مبارک رمضان به دستگیری از فقرا و نیازمندان تاکید دارند ما ماه مبارک رمضان یکی از بهترین ماه های خداوند است که برای مؤمنین عطا شده ما باید در این ماه ما کوشش کنیم که از خود انسانیت بجا بگذاریم و دست فقرا را بگیریم و وقتی ما روزه میگیریم در طول روز که 12 ساعت یا بیشتر یا کمتر می ما از حال و احوال کسایی که گرسنه می و کسایی که فقیر استن ما با خبر میشیم خداوند در این روز در این ماه تمام بنده های خود یکسان قرار داده هم فقیر و هم غنی فله ها ما کشکم در این روز و ماه مبارک رمضان دست فقرا را بگیریم در جریان ماه مبارک رمضان بیشتر مردم به آماده سازی غذاهای محلی میپردازند و بخشی از این فعالیت ها به بانوان برمیگردد اینجا شماری از زنان بولانی و ترشی آماده میسازند تا در کنار پشتیبانی مالی از خانواده هایشان صفره های رمزانی شهروندان را نیز رنگین کنند. این بانوان می گویند بسیار خوشایند است. واقعیت قدر خوشایند است که اصلا هیچ کار خدا نمی فهم. چون آدم یک سواب روزدارم می گیره که یک روزدار واقعیت آنقدر در ششتنش در چیزش کوشش میکنیم از او هم بسیار کوشش میکردم آنقدر کوشش میکردم که به عالم که روزه دارم یک, یک کسی که در افتاری میبره میگن خیر ببینین چقدر قدر در نظافتش مراعت میکنین این برای ما یک کلانترین افتخار است واقعیت افتخار است که یک روزدار میایم مرا تشویق میکنه که خب بولانی تی تو راست تو پاک است سیست برای جور میکنی خیر ببینه، بزامت میشی خوش میشم دیگه در این کار واقعیت کار میکنه ما که محصولات ما آچار چکنی مربا شور است و قبلا هم که خوب بود الان هم که ماه رمضان است بیشتر خانما به خاطر رضی میاین که حوثانه زیاد پخته میکنن مثل بالانی، آشک، منتو دیگه غذای سرخ کردنی باز می چکنی، خیارشور، آچار سفارش میدن و خوشحال ازی که امینایی که میبرم قبلا هم بردن راضی هستن شبنم هم, هم از کسانی است که برای خریداری به اینجا آمده است و نیز در مورد استفاده غذاها در جریان ماه مبارک رمضان چینین میگویند ما زیاتر دیگه میفهمین خود کلاگی فریزانه آماده میکنه به خاطر از اشتیاق کاملا از ذهن میره به خاطر از مو دیگه چیزای خوب آماده میکنه مثل بولانی آشک مانتو در مقابل از او آچار چگنی اما قسمی چیزا که اشتیاق ما باز میکنم با این همه شما از باشندگان در ولایت بلق از افزایش به های مواد خوراکی در بازارها شکایت دارند و میگویند مردم توان خرید مواد اولیه را ندارد و نیاز است تا مسئولان برای کاهش قیمتها تلاش نمایند